میریم به طرف ولایت زیبا و باستانی هرات نازنین ما، صدایی که دنیا را لرزاند. دوست دارم که به خاطر همین صدایی که در برابر ترستان وحشی تازه به قدرت رسیده بلند شده بود، یک کف مثال نازنین بزنیم. شهامت ما قدر میکنیم. امروز در افغانستان نازنین ما زنان شجاع و دلیر در برابر تروریسم بین‌المللی قرار گرفتن و عدالت خواهی میکنن، و یکی از اونا که در برابر طالب صدا بلند کرد، با جرأت صدا بلند کرد، بی ترس و بی هراس صدا بلند کرد، ستوده فروتن است. به افتخارش و دوست داریم که برنامه امشب با سخنان از این دخت قهرمان کشور خود، هر کدام شما نازنین ها کارهایی کردین، کارنامه های داشتین، ما که اگه قرار باشه از همه یاد کنیم و نمایندگی از نسل جوان، دوست داریم که امشب با همین صدا برنامه امشب به پایان برسانیم. ستوده نازنین بفرمود. کودک که بودم، پیش از اینکه خواندن و نوشتن یاد بگیرم، هر بار هر شب قبل از اینکه بخواب برم از پدرم خواهش میکردم برای من قصه بگه. عاشق قصه شنیدن بودم و هر بار پدرم با مهارت خاص برای من از قصه های شیرین میگفت، از ملاله قهرمان میگفت، از رودابه میگفت، گاهی هم به قصه های مولانا و شمس میپرداخت و گاهی دیگه هم که به صورت ویژه برای من از قصه های قهرمانی شیران سنگر شکن پنجشیر میگفت. امروز هم من میخوام برای شما قصه بگم، قصه خانه را میگم، خانه‌ای به نام افغانستان. مطمئن هستم حالی که من نام خانه را بردم، قلبای همگی متفید. سر خانه چه بلایی آمد؟ خانه کجاست؟ از کی ما بیاشیان شده؟ او روز خاصی نبود، نه آسمان رنگ دیگری داشت و نه آفتاب طور دیگری میتابید، ولی هرات رنگ عجیبی به خود خود گرفته بود. او روز طبق همیشه من یونیفرم مکتب پوشیدم و ساعت 7 صبح از خانه بیرون شدم. به مادر گفتم خداحافظ. مادرم طوری از من خداحافظی کرد انگار آخرین باره. انگار برای آخرین بار به چشمای من نگاه میکنه. یک بار دیگه با تردید تمام پرسید، واقعا میخوای بری؟ و من گفتم که البته که میرم، چرا نرم؟ از چی باید بترسم؟ در 15 دقیقه که من قدم زدم به طرف مکتب، من اصلا صدای خنده کسی را نشنیدم. یه خیلی چیز نامعمول است در هرات که تو صدای قصه و اختلاط کسی را نشنوی. زمانی که به مکتب رسیدم، مکتبم رنگ دیگری داشت. اون مکتب قدیم نبود، نیمی از دختران حاضر شده بودند به مکتب برسن. زمانی که به صنف وارد شدم، تو عادت همیشگیم با انرژی خیلی بالایی که دارم به همگی سلام کردم، احوال پرسی کردم، لبخند زدم، اما جوابی نشنیدم. همین با چی رو برو شدم؟ با چشمای بخون نشسته بهاره، با بغض عظیمی که به گلوی فاطمه بود. این بغض و این چشما مرا به هراس انداخت و پرسیدم که چی شده؟ کدام اتفاق افتاده؟ و بهار که با بغض عظیمی که به گلو داشت گفت، نشنیدی؟ میگن طالبا میان، میگن باز دوباره به همون روزا برمیگردیم. ستود اگه برگردیم می چی کنم؟ 10 سال تمام درس خواندم به خاطر رسیدن به همچین روزی، من چی کنم؟ و من گفتم که نه دخترها، از چی میترسین؟ ما امیری داریم، هنوز زنان و مردان ما در سنگر
با کفش های با پاهای برهنه با شکم گرسنه می جنگن. از چی می ترسیم؟ اروز؟ ما به جایی که بیایم فرمول های کیمیا بخوانیم، به جایی که ما بیایم شعر مولانا رو بخوانیم، از درد گفتیم، از غم گفتیم، از قصه هایی گفتیم که برای مادران ما 20 سال قبل اتفاق افتاده بود. برای مادر خودم که 7 سال از تعلیم محروم بود، ما از او قصه ها گفتیم و به این فکر میکردیم که حالا که ما در اینجا نشسته ایم و به آخرین بار قرار هست دروازه مکتب، این میز و چوکی، این تخته سیاره ببینیم، اگر ناگهان طالب حمله بکنه ما چی باید بکنیم؟ از کجا فرار بکنیم؟ هرات یک شهر مذهبی است و ناموس خیلی برشان مهمه. اگر اتفاق برای ما میفتاد ما باید جواب خانواده های ما رو چی میدادیم؟ آیا جواب ما این بود که ما نگذاشتیم که طالب ما رو بترسانه و ما امروز به مکتب آمدیم؟ راستش او روز آخرین روزی بود که من مکتب رفتم. حداقل تا امروز دروازه های مکتب هنوز که هنوز بسته است. در میانه داستانی که اکثریت ما شاهدش بودیم، ما شاهد قهرمانی های زنان ما بودیم. زنانی که یک بار دیگه نام ملاله قهرمان و رودابه قهرمان زنده کردن. از قهرمان آفرینی ها و صدا بلند کردن زنان هرات گرفته تا تابو شکنی های مردم بامیان و زنان قهرمان کابل. و امروز وقت خانم مرسل عزیز دیدم، تنها یک دختر افغان معترض ندیدم، بلکه یک قهرمان دیدم. دقیقا همون قهرمانی که من در قصه های پدرم شنیده بودم. داستان ما تمام نشد. من خیلی خوشحال میشدم اگه حالی با لبخند تمام برتان میگفتم که قصه ما بر سر رسید و یک پایان خیلی شیرینه برش میگفتم، دقیقا مثل قصه های پدرم. اما متاسفانه داستان ما هنوز تمام نشده. ما نمیفهمیم داستان ما رو کی نوشت و از کجا این بدبختی شروع شد، از کجا نام مبارزه با نام ما گره خورد، از کجا ما یاد گرفتیم از همون زمان کودکی که چگونه برای اولیه ترین حقوقمان بجنگه. اما یک چیزی رو میخوایم برتان بگم که پایان دهنده این داستان ما میتونیم باشیم. برتان کی میتونه پایان خوب بنویسه؟ آمریکا؟ شاید هم پاکستان، شاید هم پشتون یا تاجیک یا طالب. نظرتون کی میتونه یک پایان خوب برای داستان بنویسه؟ ما زنان و بهترین پایان دهنده این داستان ما هستیم. ما هم تاجیک هم ازبک هم هزاره، ما افغانا هستیم که با هم هستیم. طبقه که همیشه برای شما گفتم، هموطن، هر جایی که هستی به نام نان کار آزادی باید یک قدم جلو بیاییم. هر جایی که هستیم با هم متحد میشیم و برای افغانستان متحد می جنگیم، به خاطر حق ما می جنگیم. به نام نان کار آزادی، زن زندگی آزادی. ممنون از توجه شما. تشکر. صدای دیگه خواهرایید همیشه رسا بود. شو این صداهاست که امروز کاخهای استبداد بلرزت رو ارده و این که امروز شماها در داخل کشور تنها موندین و بی صدا موندین. منطقه های آثار حکیمیان گفتن بالاخره یادتون باشه که این وطن پس دوباره وطن میشه. این وطن روزهای تلخ را تیر کرده. اما تا که من پیشتر گفتم روزهای تلخ تن خودم شاید بدیم. در سال مثلا 86 عملات که سر ما میشد در حوزه جنوب غرب، وقتی از زمین و آسمان سر ما مرمی میبارید، ولی میدیدیم که صفی اولا جان لبخند میزنه میگه که الله پاک نگهدار ماست، یا امیر سپهر خان. ولی به هر حال به پایان برنامه رسیدیم.